আল্লাহ রহমান রহিম। তখন সমস্ত চিন্তা খাদ্য এমরুজ কারারে মা ইনশাল্লাহ ফাসলে হাফতে শুরু করি। ফাসলে হাফ চলি ফাসলে বেশিয়ার বেশিয়ার মহামিয়া ফাসলে কে বিশ্বের নমরিয়ে তো খুল কিতাব اختصاص میده به خودش. اینو دقت بکنیم. خب این فصل فصلی که تو دبیرستان کاربردش خیلی زیاد میشن، یعنی داخل دهم یازدهم دوازدهم بسیار بسیار کاربردش بالا هست. به همین خاطر سعی میکنیم این درس رو به طور عمقی یاد بگیریم تا بتونیم تو جاهای دیگه همش استفاده کنیم. انشاءالله تو قسمت های ده و یازده و نوزدهش زیاد استفاده کنیم. پس عنوان درس هم هست عبارت های گویا. خب بچه تو فصل های قبل ما عدد گویا داشتیم. خب عدد گویا ما با کی نشونش میاریم؟ میگفتیم که عددهایی که رادیکالی که به شکلی که جذب دقیق نداشته باشن اینا داخلشون جذب دقیق نشده داخلشون نیست. مثلا یک دوم، دو سوم، صفر، منفی یک دوم، منفی یک سوم. ولی مثلا عددی مثل رادیکال دو داخلش نمیتونه باشه، مثلا رادیکال سه داخلش نمیتونه باشه، مثلا رادیکال پنج داخلش نمیتونه باشه. اما بچه عبارت های گویا تقریبا همون شبیه عددهای گویا است. ولی خب یه مسئله که هست عدد رادیکالی که رادیکال جذر کم نداشته باشه میتونه درش قرار بگیره. یعنی به عبارت ما میگیم که هر عددی میتواند عبارت گویا باشه. هر عددی میتونه باشه. یعنی مثلا ما وقتی داریم فرض کن سه نگاه یه عبارت رو ببینیم بعد میگه من که سه یه عبارت رو ببینیم بعد میگیم یه دوم یه عبارت رو ببینیم بعد میگیم حتی رادیکال دو یه عبارت رو ببینیم بعد دقت کنیم. ولی وقتی میگه رادیکال دو یه عدد گویا میگیم خیر پس عبارت گویا هست ولی عدد گویا نیست. اینو دقت بکنید. خب پس عدد خالی به ما فرقی نمیکنه، میتونه یه عبارت گویا باشه اما اگر حروف داخلش باشه. پس اگر حروف باشه، اگر حروف باشد مثلا ترجمه ها نگاه کنیم، نباید حرف انگلیسی زیر رادیکال باشد یا درون قدر مختل باشد. این نمی باشد. خب پس این عنوان ما عبارت گویا نمیشناسیم. خب مثلا داریم مثلا 4 به اضافه x من نهیده این یه عبارت گویا هست، چون هیچ مشکلی از عبارتی که ما حرف انگلیسی مون زیر رادیکال رفته باشه یکی قدر مطلق باشه وجود نداره. یا مثلا داریم 2 من آیه 2x بر روی مثلا 3 این یه عبارت گویا هست، هیچ مشکلی نداره. ولی بچه مثلا این رادیکال x روی 2 این عبارت گویا نیست، این عبارت گویا نمیتونه باشه. یا مثلا یک روی دو رادیکال x به اضافه رادیکال y این بچه یه عبارت گویا نیست چون حرف انگلیسی ما زیر رادیکال رفته. بنابراین ما پس عبارت گویا رو اینجوری تعریف میکنیم، هر عبارتی که اگر عدد باشه به تنهایی مشکلی نداره در هر عددی باشه، اما اگر حروف میاد حروف ما در صورتی میتونه عبارت گویا حساب بشه که این حرف زیر رادیکال نره تو قدر مطلقاً نباشه، مثلا بشه این هم نمیتونه باشه. مثلا بالا x شما تو قدر مطلق نره پس این عبارت عبارت گویا نیست. پس عبارت گویا رو شناختیم، یعنی که ما الان دیگه میتونیم بگیم که عبارت ما گویا هستن یا عبارت ما گویا نیستن. خب
یه عنوان دیگه بچه داریم که میگه یک عبارت رویا، یک عبارت رویا کجا تعریف شده؟ یک عبارت رویا کجا تعریف شده؟ بچه به جای این واژه میتونه بگه که دامنه عبارت رویا چیست؟ دو تاش یه معنی میدن. چه بگه عبارت رویا کجا تعریف شده؟ چه بگه دامنه عبارت رویا چیست؟ هر دو یه مفهوم میدن. خب این معنی چیه؟ دقت بکنید. داریم سه در روی ایکس معنی داریم، ایکس به اضافه دو ایکس معنی سه داریم، چهار به اضافه دو ایکس داریم، ایکس معنی یک در دوی به اضافه ایکس داریم، سه ایکس معنی یک داریم ایکس. خب ما گفته این عبارت ها کجا تعریف شده؟ بچه ما چهار عبارت هم بشه. خب وقتی ما بگید کجا تعریف شده، وقتی ما بگید کجا تعریف شده، معنیش اینه که ما چه اعدادی میتونیم به جای ایکس بذاریم که مخرج صفر کنه، چه اعدادی میتونیم به جای ایکس بذاریم که مخرج صفر کنه، چه اعدادی میتونیم به جای دو تا ایکس بذاریم که مخرج صفر کنه، چه اعدادی میتونیم به جای ایکس بذاریم که مخرج صفر کنه. خب ببینیم چه ما کلا این میخوام بگیم، میگیم که اگر داشته باشیم یک کس که بالاش عدد باشه پایینش صفر باشه، بگی میگیم تعریف نشده یا میگیم خط قبض. خب ما میخوام خط قبض اینو داشته باشیم بچه‌ها، یعنی داخل عبارت رویا ما نباید خط قبض داشته باشیم. این خط قبض چیه؟ خط قبض اینه که مخرج نمیتونه صفر باشه. خب اگه قرار مخرج صفر باشه، باید اون عددی که مخرج صفر میکنه حذفش بکنم. خب حالا نگاه بکنیم چطوری مخرج کجا صفر میشه؟ همیشه که این محدود مثلا یه مصفر رو بکنیم، یه معادله ساده حل بکنیم، بعد مجبور بکنیم x برابر ما یک میرون طرف چه مصفیه. پس میگیم اگر یک بذاریم محدود صفر بکنه، پس بریگیم یک تعریف نشده، یعنی عدد یک تعریف نشدهش بکنه. حالا کجا تعریف شدهش بکنه؟ میگیم اگر یک نباشه تعریف نشدهش بکنه. پس اگر x ما مخالف یک باشه، چون اینجا مساوی با یک اونجا مخالف یک، اگه یک باشه تعریف نمیشه، اگه مخالف یک باشه تعریف میشه. یعنی شما اگر یک نظری هر عدد دیگه را از یک بذارین من را یکش بکنید دیگه مخرج صفر نمیشه، اون وقت میشه عدد روی عدد چیه و روی مشکل نداره. پس اگر x شما جای بذارین یک بکنی یک من یک میشه صفر، میشه صفر روی صفر تعریف نشده میشه. به خاطر شما به جای x رو یک نمیتونه قرار بدید، یا یکی مستقیم و صفر قرار بدید برای مجبور کنید x میشه چند؟ سه. پس سه میشه تعریف نشده براش، یا یکی x مستقیم و صفر خوش مستقیم و صفر بدید تعریف نشده میشه، یا یکی دو بار کار بکنید، یه بار بگید x من یک میشه صفر برای مجبور کنید x میشه یک یکیش، یه بار بگید دوی به اضافه x میشه صفر که x شما بر مجبور کنید دو رو طرف چه منفی دو، یعنی دو تا تعریف نشده داریم، تعریف نشده ها دو تا هست. خب پس عنوان این درسمون که الان داریم کارش میکنیم فعلا قسمت اول هست عبارت های گویا. حالا بخواه بگیم یه عبارت گویا کجا تعریف شده که ما در حقیقت اینجا مطرحش کردیم. خب کافی به مخرج مساوی با صفر قرار بدیم بعد مجبورش بکنیم. خب مخرج را مساوی با صفر قرار دادیم بعد مجبور کردیم، جز تو این کسی بود که دو تاییه، یعنی دو بار اومده کار انجام دادم، یه بار x من یک مساوی با صفر قرار دادم بعد مجبور کنم، یه بارم دو به اضافه x مساوی با صفر قرار دادم بعد مجبور بکنم. در هر دو صورت دو تا جواب دارم، یعنی دو تا تعریف شده هست. خب آقای نخان میگی چه کار بکنم که فیلتش خوب نیست؟ از دست ما که نیست که بالاخره آنها بعد این برای شما زرد میکنه اینترنتو که قوی شد ازش استفاده کنیم دیگه، یعنی برای زرد ما چه کار بکنم؟ حالا ما دیگه کار خود رو انجام نمکنم، ما که تو اینترنت آقا نیستیم، اینترنت بالاخره
باید خودتون قوی بکنید تا بتونید ازش استفاده کنید. بله، عدد گویا میخواد عددهایی که باعث میشه مخرج بشه پیدا بکنیم. بله، یعنی به این عددها میگیم عددهای تعریف نشده، یعنی باعث میشه که کسر ما یه عدد عادی نشه، عددهایی میشه که مخرجشون صفر بشه. به همین خاطر میگیم این عبارت تعریف نشده است. گفتیم که مخرج ما رو مساوی با صفر قرار میدیم. آقای سالی، مخرج وقتی مساوی با صفر قرار بگیره معلوم مجهول میشه، x رو به دست میاری، بعد x که به دست اومد مثلا شد 2 یا 1 یا 3 یا هر چی، میگین اینا تعریف نشده ها هستن، یه اعداد باز میشه که کسر شما مخرجش صفر بشه. نیاز خب، اما قسمت بعدی باز همین تعریف نشده ها داریم. چهار مطمئن مخرجش به جه که بخواید معلوم مجهول کنیم، باید اول یک کار دیگه انجام بده که معلوم مجهول بشه. یعنی چی؟ یعنی میشه تجزیه هایی که ما تو اتحادها خوندیم، یادتون هست که گفتم تو یه فصل مونده و آخر لازم میشه، اینجا به درد میخواد کنه. خب یه زمانی مثلا عبارت ما مخرجش درجه 2 هست، اون وقت باز میگه کجا تعریف نشده، شما باید چیکار بکنید؟ شما باید این تجزیه بکنید به شکل ای در یعنی دو تا پرانتز، اون وقت تک تک مثلا وسط قرار بدید و بعد به شما به دست بیارید. خب نگاه کنیم به اولین مثال. خب سوال اینه، عبارت مقابل کجا تعریف نشده است؟ خب یه مقابل شمار به اضافه x، x2 منش 6، 3 به اضافه x2، x2 منای 4، 5 منای 2x، روی x2 منای 4x به اضافه 4، 2 به اضافه x2، x2 منای 5x به اضافه 6. خب بچه ما 6 تا 4 رو مثال زدیم، 6 رو نگاه بکنین، همه هم اگه نگاه بکنین میبینین درجه 2 هست. همه درجه دو هست. سوال هم گفته که عبارت مقابل یا عبارت مقابل کجا تعریف نشده. شما باید نگاه کنید ببینید به جای ایکس های مخرج کاری به صورت نداریم. آقا مخرج چه اعدادی را به جای ایکس بذاریم تا مخرج صفر کنه؟ خب ببینید آقا مخرج توان ایکستون ابدی 2 هست، این یعنی درجه 2 دیگه. آقای یادوزاده مال فصل قبلی مو بیده که درجه 2، درجه 3، درجه 1، یعنی توان ایکستون 2 هست. توان ایکس وقتی 2 باشه میگن درجه 2. خب گفته که عبارت مقابل کجا تعریف نشده. مثلا اولیش گفته 4 به اضافه x مخرج x2 منای 6x، چون مخرج x2 منای 6x x به توان 2 کو بخاطر این مجموعه درجه 2. خب یعنی ما الان باید چه کار بکنم؟ اول باید تجزیه بکنم مخرجه بشه به این شکل بکنم که پاکش کردم، دو پرانتزی درش بیارم، بعد پرانتز پرانتزش بکنم، بگم هر پرانتزی مساوی با صفر معلوم مجهول بکنم و دو تا جواب براش به دست بیارم. بس هر خب شروع بکنم. خب بچه اول این مساوی با صفر رو بگم، بعد نیام بچه ایچ کدام تجزیه که ما داشتیم حالا سریف خط با اون بگیم اینی که الان ما زیرش خط کشیدم کدام تجزیه هست؟ همه تون شرکت بکنید داخل اینا، این کدام تجزیه هست؟ بچه ها x2 منای 6x سایی باسد دارم میخونمش. آقای آنچه ساده x به توان 2 منای 6x کدام تجزیه هست؟ یعنی چی یک؟ آیا در ساده این یک یعنی چی؟ من گفت کدوم تجزیه هست؟ چطوری مصطبه جامعه ها جزاره؟ این کجا شیشه تو جرس داره؟
آقای صادق، من دارم این تصویر رو میخونم. چطوری میگی تصویر داغ کنه؟ دارم باب رو خوندم الان بفهمید. x به توان 2 - 6x دارم واسه میخونمش. حالا میخوام ببینم این چه ترکیبی هست. مربع رو صادق چطوری میگی مربع رو دستوری که ما دو جمله داریم. تو مربع ما سه تا جمله داشتیم. خب بچه درس نمیخونید. نه نمیرید. تلاش میکنید. دو معادله چی آقا جمالی؟ ما دو معادله که نداریم. میگیم تجزیه چه تجزیه؟ میگیم دو معادله یعنی چه دو معادله؟ کدوم تجزیه الان؟ از چه تجزیه رو استفاده بکنم؟ تجزیه ها چی بوده؟ جمله مشترک آقای فاطمی، ما سه جمله داشتیم ها. آقا همه شو گفتید اگر اون یکی بود. همه تجزیه ها رو گفتید الا اون یکی که ما میخوام. بله، معلوم بود. وقتی همه شو گفتید اون شو فاکتورگیریه. پس بچه ها ببینید ما تو دوتاش x دارم، پس فاکتورگیری هست. از یه دونه x فاکتورگیری میگیرم، یه دونه x در این میافته، این هم xش میافته. خب حالا یکی که مصاحب مصاحب قرار شده، یه بار اولی مصاحب مصاحب قرار میگیره، این میشه یه جواب. یه بار دومی مصاحب مصاحب قرار میگیره که معلوماتی شما میگه x میشه 6. پس دو تا تعریف میشه داریم، یکی یه یکی بیایم برای این یکی زیرش خط بشیم. چه تجزیه چنین؟ x دو به نهی چهار چه تجزیه؟ x دو به نهی چهار چه تجزیه؟ آفرین، این مزواج دیگه. خب پس این مزواج دیگه چکار کنم؟ با مزواج دو خط کنم. بگیم آها دو پرانتز ما رو بسته کنیم x x جنس رو چهار هم میگیریم دو دو یه بار تفریق میبارم. حالا واسه واسه خود چرا واسه واسه چون میخوام بفهم کجا صفر میشه دیگه. یه بار عدد واسه واسه رو قرار بدید مجموعه رو شکنید ایکس میشه دو. یه بار دامه واسه واسه رو قرار بدید مجموعه رو شکنید میشه منفی دو. بچه دو تا تعریف میشده، دو تاش تعریف میشده. خب حالا دست رو دارم این حالا ما بگیم این چه تجزیه؟ x2 منهای 4 x مضافه 4 سه جمله ای هست، دقت کنیم x2 منهای 4 x مضافه 4 کدوم رو تجزیه هست؟ خب نمیتونه برای اول باشه آقای عبدالله صادق؟ خب پس هم میتونه برای اول باشه هم با جمله مشترک میتونه بگه. اگه با اول برای اول نمیتونه میشه پرانتز، پرانتز، تومانه دو توانه دوی برداریم درش اینجا جمع در چرا میگیم درش اینجا علامت روی تنگ کنیم مستقی باسه. خب بچون این نکته بگیم برم یه نکته اگر این پرانتزی با هر توان میزن اینجا ان مستقی باسه شد در افتاد روی این کو برداریم توی توان کو برداریم پس بگیم پرانتز خوش نفتیم پرانتز مستقی باسه بعد این مرمزی بگیم. خب الان این پرانتز با توانه دو صفره توانه دو برداریم پس x منهای دو میشه 3 مربوط روش بگیم x رو میشه 2 یه جواب داره اونم چه تعریف نشده. خب این یکی چه تعریف دیگه این x دو منهای 5 x بزافه 6 x بزافه 6 x دو منهای 5 x بزافه 6 بله جمله مشترک. خب بازا از جمله مشترک سوال میکنیم میگه دو تا پرانتز باز بسته کنیم دو عدد از که ضربشون 6 باشه جمع تفریقش 5 باشه 3 منفی بچه 2 منفی این رو سه بسته قرار بدیم بعد مجبور این رو مجبور بکنیم ایکسش میشه 3 این رو مجبور بکنیم ایکسش میشه 2 پس دو تا تعریف میشه یه ایکس رو سه بسته داریم یه ایکس رو سه باش 2 داریم. خب این از این که عبارت ما کجا تعریف شده کجا تعریف نشده حالا سعی کنید بتونید اینو حل بکنید همه با هم حل بکنید این یکی بریم کجا تعریف نشده 3 به اضافه 5 x x2 منهای 9 x سعی کنید اینو حل بکنید
پس صورت سه به اضافه پنج ایکس مخرج ایکس دو بنایی نو ایکس. این رو حل کنیم. صورت سه به اضافه پنج ایکس مخرج ایکس دو بنایی نو ایکس. سعی کنید همه تون این رو حل کنیم. ببینید کجا ها ترکی میشید. صفر و نو، صفر و نو بله میشه صفر و از یه دونه ایکسش فاکتور میگیری میشه ایکس من اینو و سر و صفر. یه بار ایکس تو میشه صفر یه جواب میشه، یه بار ایکس تو میشه نو یه جواب میشه. پس دو تا جواب داریم که تعریف شده میشه. خب یه از این حالا بچه ما عنوان بعدی یه که یه عبارت رو میده بذار تو این مثال در زمین رو بکنیم. این مثال دیگه خب بچه ها دقت کنید کل رو تعریف شده هست. چهار به اضافه ایکس یکی یک ایکس دو به اضافه نو یکی دیگه یک روی شش یکی دیگه دو ایکس دو به اضافه منای ایکس دو منای یک. خب این چهار تا همین الان چک بکنیم ببینیم کجا میتونه تعریف نشده باشه. این چهار تا سوال کجا میتونه تعریف نشده باشه؟ اول چه این هر بکنیم اول که باید که تش خط بشیدم چهار بزافه ایکس اول چهار بزافه ایکس کجا تعریف نشده؟ بچه هم منتظر شما هستم. چهار به اضافه ایکس کجا تعریف نشده؟ چهار به اضافه ایکس کجا تعریف نشده؟ سوال ما آنه فاتحه ای بود این عبارت کجا تعریف نشده؟ اولین چی منفیه چهار؟ خب بلکه هم جواب بدن؟
بدکن جواب بدن آقا. چهار به اضافه ایکس کجا تعریف نشده؟ یه بعضی حل کردن بعضی حل نکردن. میشه منفی چی؟ منفی دو، سه، چهار بگو جواب شد. بخواهم بگیم میشه منفی. خب اینه بگیم دیگه. خب بچه ها ببینید یه بار ما سوال رو تکرار میکنم. این چهار به اضافه ایکس یا یک شیشم یا یک روی ایکس دو به اضافه نو یا دو میمونه ایکس دو برای ایک میخوام ببینیم کجا تعریف نشده. آقا دقت کنیم کجا تعریف نشده. خب همه نظر باید دادن، همه آقای روستا که اصلا نیستش یه حاضری بکن زده هیچ. بچه دقیق کنین اولی منفی چهار نیست. دلیلش بدونه چیه؟ چون این کسر نی، کسری نی. وقتی کسری نباشه دیگه ما اصلا سراغش نمیریم. دیگه آقا همه جا تعریف شده. به نظر شما این کجاش مخرج داره که میگه تو مخرج تعریف نشده؟ ما همچه بگه تو مخرج نکنیم بارا نمیشه تعریف نشده عدد به صفر. این صفر باید تو مخرج باشه. شما اصلا تو مخرج چیزی نداریم که. پس بنابراین شما چهار به اضافه ایکس را نمیتونید با عنوان تعریف شده حساب کنید. میگید یه عدد همه جا تعریف شده. پس دقت بکنید همه جواب خراب دارید. خب پس جواب این میشه همه جا تعریف شده. خب حالا یک چیزم چی؟ همه رو یک چیزم رو زده دارید. آقا یاد زده آزرگاهی میکنم. آخر آزرگاهی میکنم. فکر آزرگاهی نکنم. یک شیشم، یک شیشم نگاه کنید کجا تعریف نشده. همه نگاه کنید نظر بدن یک شیشم کجا تعریف نشده. دارم میخونمش آقای احمد رضایی، گفتم یک شیشم. آقای فاتحی کامل درسته بلکه همه غلط. اصلا نگاه کنین مخرج شیشه. شیش چطوری مخصد بشه؟ مگر ایکس تو چطوری شما میگین منفی شیش؟ کو منفی شیش؟ مخرج شما شیش ثابته، کو ایکس داره شما شما معلوماتش کنین. پس این شیشه هیچ وقت صفر نمیشه که. این همه جا تعریف شده. پس شما آقای فاتحی درست داره میگه بلکه غلط. خب این یکی یک روی ایکس رو اضافه نو اینو نگاه کنیم. همه همه رو این نظر دیم ایکس رو اضافه نو مخرج. آقای عمرانی دقت بکن دارم میخونمش. میگم یک روی ایکس دو به اضافه نو بله بچه این همه جا تعریف شده. چون اگر هر عددی به توان دو برسه مثبت میشه با نو هم که در میشه مثبت میشه هیچ وقت صفر نمیشه. بنابراین این عبارت همه جا تعریف شده. اون آخری را نگاه کنیم. آخری یک بر دو بر روی منفی ایکس دو منفی یک. یه بار داره خونش دو خط کسری منفی ایکس به توان دو منفی یک.
دقت بکن روی سوال کن. سوال نقطه داره. دقت بکن. بلکه نظر بدن دیگه. دو بر روی من ایک دو من ایک. خب آقای جمالی اگه ما منفی دو بذاریم چطوری مقرس صفر میشه؟ میتونی بگی؟ یعنی ما واقعا منفی دو بذاریم مقرس صفر میکنه؟ خب چون این هم هیچ عددی شما نمیتونیم پیدا بکنیم که به توان دو برسه. قرینه بشه منایه کم بشه وقت بشه صفر. شما هر عددی سنها داری نکنه به توان دو برس میشه مثبت. قرینه چیز منفی یکم یا کنارش هیچ وقت به هیچ عنوان صفر نمیشه. پس چون صفر نمیشه همه جا تعریف شده. شما هر عدد دوستانی امتحان کنیم بعد به توان دو برسنیمش. قرینه چیز منایه کش بکنیم منفی و صفر نمیشه. منفی میشه و صفر نمیشه. به خاطر این دیگه این عبارت همه جا تعریف شده. پس همه جا این عبارت تعریف شده هست. این رو دقت کنید. خب عنوان برامون هست ساده کرده عبارت گویا. یعنی عبارت گویا به ما میده میگه سادهش کنیم. بچه ها باز تعریف کردن خیلی برای ما مهمه. اگر ما نتونم تعریفش کنم بعد 100% مشکل برخورد میکنم. دقت بکنید. پس عنوان بعدی اون هست ساده کردن عبارت گویا. ساده کردن عبارت گویا. ساده کردن عبارت گویا. خب ببینید چی چی دوام می بچم. x2 منهای 6x x2 منهای 36. بچم بگه اینه ساده بود. پس از اون سوال کرده آقا این عبارت رو که شامل یه صورت و یه مخرج است سادهش کن. خوب نگاه بکنیم. بچه نگاه بکنیم ما تو ریاضی ساده کردن اینطوری داریم. یا داریم یه عدد تقسیم بر خوش که میشه یک، یا داریم یه عدد تقسیم بر کلمه خوش که میشه منفی. این اضافه خیلی برای ما مهم هست. یعنی ما خواهی بگیم که اگر یه عددی تقسیم بر خوشابه میشه یک، اگر یه عددی تقسیم بر کلمه خوشابه چه من یک. خب عبارت گویی هم نمی کنه. مثلا اول عبارت این اسمه اضافه یه داره میخواهیم تقسیم بر خوش کنیم باشه تا میشه یک. یه عبارت گویی داره میخواهیم تقسیم بر کلمه خوش کنیم باشه. بچه کلمه ایکس میشه چی میشه من بی ایکس. کلمه مثبت یک میشه چی میشه من بی یک. پس الان چون یک کلمه یک یک کلمه یک میشه من بی یک. این دو تا رو یاد بگیریم خیلی مهمه. پس دو تا لغت داریم. یک هر عدد تقسیم بر خودش برابر با یک. دو هر عدد تقسیم بر کلمه خودش برابر با منفی یک. این دو تا رو یاد بگیریم تا بتونیم استفاده کنیم برای یک. پس این دو عنوان رو یاد بگیریم. هر عدد تقسیم بر خودش میشه یک. هر عدد تقسیم بر قرینه خودش میشه منفی یک. خب حالا نگاه بکنیم چا. یکی به اون که خط تقسیم بالای تجزیه چیه؟ کدام رو تجزیه صورت؟ تو صورت ما x دو منهای 6 x از کدوم تجزیه استفاده کنیم؟ آفرین فاکتورگیری. پس چی فاکتور میگیرم از x؟ از x که فاکتور میگیرم یه دونه x رو میندازم اونجا هم یه دونه x رو میافتم. بچه تو مخرج چی؟ مخرج کدوم جزء تجزیه؟ آفرین مزدوج. پس میشه از مزدوج استفاده کنم. پرانتز
میشه x منهای 6 x به اضافه 6. حالا اگه شما نگاه کنیم بچه ها، ما تو صورت مفرد دو تا چیز مثل هم، یعنی میام این رو نگاه میکنم این رو نگاه میکنم، طبق این خواهم کرد در دست مفرد میشه یک، این رو دست مفرد کنیم ساده میشه یک. بنابراین بالا x میمونه، پایین هم x به اضافه 6 میمونه. خب باز رو دارم کنم بشه بکنم نمیستنش. خب بچه ها ساده اش کردیم از ای به ای کلن ساده شد در کنار، از بالا x میمونه، از بالا هم x به اضافه 6 میمونه. حالا یه سوال پیش میاد که آقا ما میتونیم این رو ساده کنیم؟ به هیچ عنوان. چرا؟ چون شما اینکه بینش جمع داریم اونجایی که ما ساده کنم باید بچه ها بینیم به هیچ عنوان ضرب داریم، وقتی ضرب باشه شما هر داریم یه پرکت باید برنده بزنیم، اما وقتی به هیچ عنوان شما هر داریم یه رو ساده کنیم، پس اشتباه رو میتونیم ساده کنیم که غلط در میاد. بنابراین ساده کردن عبارت بالا شد x برابر x به اضافه 6. اینو دقت بکنید، پس x2 منهای 6 x با x2 منهای 36 گفته سادهش کنیم، یه هم ساده کردنش. خب حالا سعی کنیم چه میبینید بتونید اینو ساده کنید. x2 منهای 3 x مثبت x2 منهای میخوایم این ساده کنیم چون این عبارت ما نیافته ساده اش کنیم. خب اول بگیم صورتش چه ترسیه؟ با یه جمعش کنیم کدوم یک؟ آقای حاجزه میگه آقا نمیخواد با یه جمعش کنیم کدوم یک؟ آقا ما یک نداریم که کو یک؟ یک دیگه ساده شده رفت بکن. بله بالایی جمله مشترک. خب بچه جمله مشترک مساوی کنیم، مساوی قطع ترسیم. خب دو تا پرانتز باز بسته بکنیم x x دو تا عدد بکنیم که در هم ضرب بشه دو مثبت جمع تفریق بشه میشه من سه منفی، پس بتونه بگید که منفی دو منفی یک، چون الان در هم ضرب شدیم چه مثبت دو با هم جمع شدیم کنیم چه منفی سه ما داریم میشه. خب پایینی چه ترسیه؟ پایینی آفرین مزدور. پس از مزدور استفاده بکنیم میشه x منهای یک x به اضافه یک. به چون آقا ترسیه اش کردیم الان، حالا اگه نگاه به صورت رو مخرج کنید یه پرانتز تو صورت و یه پرانتز تو مخرج این هم خب کدوم دو طرف این هم یه باید ساده میکنید. خب اون چی میمونه؟ از بالا تا ایکس منهای دو مون، از پایین هم ایکس به اضافه یک مون، این چه میشه ساده شدهش. خب همه نگاه بکنیم این را یک منهای x2 x2 منهای 5x به اضافه 4. بچه ها گفتی اینو چیکار کنم؟ ساده بود. خب اول ما بگیم صورت چه ترتیبیه؟ مخرج چه ترتیبیه؟ نه دیگه، یکی از بالا یکی از پایین ساده بکنیم، یعنی طوری که با هم یکسان بشه ساده اش کنیم، یعنی تجزیه اش بکنیم. اما یک طرف داده
تو صورت و تو مخرج یکی از پرانتزا عین هم میشه، با هم میزنید سادش بکنید، با کمونداش هرچی درو میرسید میشه. خب الان اینه گفتان دیگه، اینا خود برد بکنید آقای آقای ساده، این یکی خود برد بکنید، این یکی هر بگید ساده شده از اون بگید. خب آقای جمالی خودتون حلش بکنید، درست بگید نوع تجزیه درسته، منتها خب خودتون حل بکنید. جمله مشترک مخرجش صورت چند که همون مزدوجه منطقه خب بینید جواب آخرش میشه تجزیهش بینید جواب آخر آمون سو چهار چه نامتیه؟ یه نقص کوچیکی داره آقای آجوزاده و آقای اکبرزاده، این نقص کوچیکی سعی کنیم برطرف کنیم. آخرش منظور چی که یه منفی یک داره آقای آجوزاده؟ آخر چی داره؟
آیا اجازه صدای من داری آقا؟ آقای نوشادی صدای من داری؟ جناب آقای نوشادی خب، به خاطر که مشاهدین قسمت ساده کردن عبارت رو بیا که اینو خیلی ساده بکنید، یه مشکلی که وجود داره اینه، شما همزمانی که دارین اینو تجزیه بکنید، تجزیه مانا مستوز هست که میشه یک منای ایکس، یک به اضافه ایکس. این هم که از جمعه مشاهد استفاده بکنید میشه ایکس، ایکس دو عدد میکنید که ضرب چار در تفکرش پنج منفی چار منفی یک. خب نگاه بکنیم یه عبارت اینجا، شما اگر یه رو نگاه بکنید تقریبا این شبیه بگیه. حالا بینه آیا اگر این دکیقه این یه خبش میزنید بینید نگاه بکنیم چا یکی شما اینجا مصبت اینجا منفیه، ایکس شما منفی اینجا مصبت، پس یعنی کاملا کلینی هم. بنابراین میتونید این ساده بکنید، میگه یه منفی یکی اونجا باشه. چرا؟ چون هر علاقه از وقت خیلی نشه چه منفی یکی. حالا این منفی یک خوب یک نه دیگه هم میگه باشه منفی یک در این سبه اضافه یک که متاسفانه بعد میمیسینم میشه منفی یک در ایکس یک به اضافه ایکس پایین میشه ایکس منای چهار. این میشه جواب نهاییش. پس نگاه بکنیم یک منای ایکستون با ایکس منای یکتون کاملا قرینی هم یکی نیستم که با هم بزنیم چون آده بر کلار، چون دقیقا یک شما اینجا شده منفی یک، ایکس شما که منفی شده مصبت یک. این نشون میده که این پرانتز با این پرانتز کاملا قرینی هم. پس وقتی سادهش بکنیم یه منفی یک کنارش بذاریم، یعنی منفی یک بیان در این پرانتز تو زرد شما چون منفی یک در پرانتز پایین هاش ایکس منای چهار. در حقیقت ما میتونیم این عبارت رو چکار کنیم؟ ساده شد. خب اما چون عنوان برای ما هست جمع و تفریق عبارت های گویا، پس عنوانی داریم به اسم جمع و تفریق عبارت های گویا، یعنی همون چیزی که شما قبلا با عدد تو دوره ابتدای خوندینش، حالا با حروف انگلیسی ایکس و ایگرگ و اینا توی کتاب دارینش. پس عنوان ما هست جمع و تفریق عبارت های گویا. بخواهی نبید. خب پس عنوان هست جمع و تفریق عبارت‌های گویا. خب بچه دقت بکنید، ما اینه داریم سه به اضافه x و روی x به اضافه یک به اضافه چهار منای دو ایکس و روی ایکس به اضافه یک. میگه آنه جوابی چی میشه؟ خب شما اگر
مثلا تو دوره ابتدایی بودیم دو پنجمه به اضافه سه پنجمه شما میگفت جواب چی میشه؟ خب چون مخرج ها با هم برابر بود، یکی از مخرج ها میذاشتیم صورت هاشه طبق قانون باید جمع میکردیم چون همه رابطه دیگه، یعنی هم دو تا مثبته هم سه تا مثبته، پس جمعش میشه پنج پنجم، پنج پنجم دیگه میشه. حالا اینجا همین کار رو کنیم دیگه، نگاه بکنیم چون مخرج ها برابر، یعنی ایکس به اضافه تو از اینجا دیدی احسانه، پس یه دونش رو تکرار میکنیم، حالا صورت ها با هم جمع میکنیم، یه دونه ایکس اینجا داریم منفی دو تا اینجا داریم مختلف علامه از کم میکنیمش منفی یک ایکس، بعد چهار مثبت اینجا داریم سه مثبت اینجا داریم میشه هفت مثبت، یعنی میشه جواب بدیم منفی یک ایکس به اضافه منفی یک ایکس به اضافه هفت و ایکس به اضافه یک، این چیزی که شما قبلا داشتینش میتونه بالا براتون باشه. خب حالا این هم بکنیم، دو منهای ایکس، ایکس منهای یک، منهای ایکس منهای سه، ایکس منهای یک، میخوایم جایی به دست بریم، این چکار بکنیم؟ اونجا بین جمع بود الان تفریق، هیچ فرق کنه بکنیم، فقط جمع بود شد تفریق، حالا سعی کنیم بتونیم این حل بکنیم.
یک به کم حل بکنم؟ منفی یک بر روی ایکس منهای یک آقای جمالی میگه دو منفی یک بر روی ایکس منهای یک آقای جمالی به قرطه دارد پنج منهای دو ایکس بر روی صفر بر روی صفر آقای قرطه دارد صفر که مفرق نمیشه که نمیشه مفرق صفر در بیارش دعا کردیم اما قسمت بعدی به چهار بزرده این حل بکنم این بعد که جواب داره بردن چک بکنیم به چون مخنجا برابره یکی از مخنجا رو تکرار بکنیم صورت ها چه جمعه بکنیم دوی منه ایسی بمیرسیم خب چه این منفی نگاه بکنیم خیلی مهمه این منفی یه باید این خریدی بکنم شما منفی ایس یه باید این خریدی بکنم شما سبسته پس مخرج درگر نمی کنه اما صورت منعی ایکس منعی ایکس میشه منفی دو ایکس دو هم واسه جمعی میشه پنج یه بعد یاد دیگه چک کردن خراب داره باده پس صورت میشه منفی دو ایکس بزاده پنج مخرج میشه ایکس منعی یک این متاسفانه خراب شد پنج منعی دو ایکس و روی ایکس منعی یک پنج منهای دو ایکس بله پنج منهای دو ایکس ایکس منهای یک آقای آجزه درست دارد خب بچه دقت بکنید این همزمان کسی که تمرین رو برای ما حل میکنه اینا گفتم فعالیت داره فعالیت چون هم نمره داره یه بعض اصلا اصلا هیچ اکسلوری انجام نمیده یه که بخوان حل میکنن به حالت بیخیالی حل میکنن سعی کنید از آنظر بکنید حلی که بکنید مشخص باشید دارید چه کار بکنید چون اینا همه مهمه، همه فعالیت داره، همه هم نمره داره یعنی اگر اون تمرین که اینجا بهتون میدان دارین حل بکنی صرفاً جز فعالیتون حساب میشه به نمره هم داره، دقت بکنی پس بنابراین مهمه، حواستون جمع باشه، خیلی مهمه اینا همه نمرات نوبتون حساب میشه خب، بچه یه سوالی دیگه بهتون بدم از همی جیمز نگاه بکنی اگر ما بیاییم سه تا کس داشته باشیم چه کار بکنیم؟ بچه نگاه بکنیم داریم ایکس به اضافه یک روی ایکس منهای یک منهای دو به اضافه ایکس ایکس منهای یک به اضافه ایکس منهای یک سه به اضافه پنج ایکس خب سوال که دارم اینه بیا چه کار بکنم؟ ساده بکنم خب ببینیم سه تا کس منی داریم خب بچه فرقی نمیکنه ما وقتی برای دو تا کس میتونیم حل بکنیم برای سه تا کس هم میتونیم حل بکنیم برای ده تا کس هم میتونیم حل بکنیم و برای کس های بیشتر هم میتونیم حل بکنیم بنابراین چون مخرج ها بنابراین
یه دونه مفهوم تکرار می‌کنیم، میره صورت‌ها رو با هم جمع می‌کنیم. خب بچا اولی میشه x به اضافه 1. خب گفتیم این منفی برای هر دو تاش، هم برای این هم برای این، پس میشه منفی 2 منفی x. خب این یکی هم میشه به اضافه 3 به اضافه 5 x. یعنی همه سه تا صورت‌ها رو گذاشتم. حالا بچا می‌خوایم جمع کافه بکنیم، یه دونه x و یه دونه x قرینه هست، اما این میره کنار، پس یه 5 x شما دارید که میزنش، یه منفی 2 با یه مثبت 1 میشه منفی 1، منفی 1 به اضافه 3 کنیم میشه مثبت 2، بچه این میشه جواب. یعنی میشه 5 x به اضافه 2 و به x من آیه 1. حالا سعی کنیم بتونیم این حرف کنیم خودمون، 3 به اضافه x، x به اضافه 1 به اضافه x به اضافه 1، 2 من آیه 2 x من آیه x به اضافه 1 من آیه 7 x به اضافه 2. بریم چی کار بکنیم؟ سعی کنیم این حرف بکنیم. بچه سکستی هست، سعی کنیم این حرف. منفی یک به x من آیه یک، خب چه سعی کنیم یکم دقت رو بیشتر بکنیم. چون اینه که فعالیت میکنن و حل میکنن، مطمئن باشید که جواب فعالیتاتون میشه نمره مستمرتون ما، یعنی او علاوه اون امتحانی که میگیره امتحان یک قسمتی از نمرتون هست. یعنی مثلا فرض کنید 20 نمره امتحانتون باشه، ممکنه 7 نمره 8 نمره امتحان کتبیتون باشه، بقیه نمره فعالیتون باشه. اون کسی که برای ما حل میکنن و درست حل میکنه، مطمئنن فعالیتشون هم و در نظر میگیرم برای او امتحان. بچه ها مکس کردیم، جواب سالی به ما ندادین. آقای جمالی، آقای آجزاده، آقای اکبرزاده، آقای فروغی، آقای دهخان، آقای صالحی، آقای احمدرضایی، آقای ابراهیمی،
مثبت 8x مثبت بر x 6x به اضافه 3 بر x منهای جواب مثبت 8x مثبت x به اضافه 1. خب بچه ها دیگه باید تو مسئله بکنیم دیگه، بیش از این نگیریم، بذارم خودمون حلش بکنیم چی میشه. بینیم کیا حل کردن؟ خب چون x به اضافه 1 رو یکسان هم پس مویی رو نشون نمیستان x به اضافه 1 حالا یه تو صورت بچه ها یه دونه x اینجا داریم، خب دوتا منفی اینجا داریم، خب کلا برسیمشون میشه 3 به اضافه x اونم خوش بریسیم به اضافه 2 منهای 2x بچه این منفی 2 هم روی اثر میکنه هم روی اثر میکنه میشه مثبت 7x منهای 2. خب مصایبا منفی x به اضافه 1 حالا صورت یه دونه x دو تا ازش کم میشه میشه منفی 1x مثبت 7x میشه 6x عددها یه منهای 2 داریم با مثبت 2 خمسا میشه میشه 3 پس میشه به اضافه 3 اینجا x به اضافه 1 بنابراین شد 6x به اضافه 3 به روی x من های x به اضافه 1 خب آنه کسی که اینه در نورده درسته، کسی که اینه در نورده ناقص هست. بچه ها سعی کنیم این که میتونه هر بکنیم یک یکی به اضافه x منهای یک x به اضافه یک بینید جوابی چی بشه؟ آقای کسی که پیلن هستش، آقای مشاهدی که هستش، آقای فروغی که هستش، آقای اونوانی که هستش، آقای دوستا که هستش، آقای احمدرضایی که هستش، آقای دیخان که هستش، آقای خدا داردنگی حاجی زاده هستش، شلاحی هستش، پولادی از اقتداری اقتداری پولادی هستش. Thank you.
حکمت آدرسش برخونه جمهوری هستش میکایل هستش خرید هستش فاتحی هستش موسیقی هستش. خب بچه آقای احتشام، آقای احتشام، آقای احتشام اصلا نیستش. آقای پرنیان، پرنیان، آقای عمرانی حاضر تو سادم بله پرنیان بله، آقای خازنچین، آقای خازنچین، آقای پرنیان حاضر تو سادم بله، ابراهیمی هم سادم حاضر تو، آقای پرنیان، نوشانی هم حاضر تو سادم پرنیان، آقای خازنچین، خازنچین آقای دیقانی، امیر حسین دیقانی، امیر حسین دیقانی، ابتداری هم حاضر تو زده بکنی. خب آقای زاره، اصلا ندیرم تو رو، آقای زاره، آقای زاره الان هم بدیا، اصلا ناظر نبودیا، آقای زاکری اصلا فعال نیستی هیچ، همینطوری اون بدیا رو. آقای هوشیار، آقای هوشیار، آقای عوضی، آقای عوضی، آقای شکیبایی، آقای حافظ خان که هیچ اصلا نبودته، آقای خدادادیان حسین، آقای حاجز حاضری تا زدم نه، آقای زاکری هم نبود یعنی حاضری تا زدم، آقای خواجه، آقای مشتایی، آقای عمرانی طلب، خب ایشالا موفق باشید. خب شما موفق باشید. احمد رضا چراغ خواندم حضرت زدم.